خداوند بخشاینده و مهربان. سلام تقدیم میکنم به شما عزیزانی که مثل همیشه با نگاه های گرم و مهربانتان برنامه را همراه هستین. امیدوارستم که امروز هم سرحال و پر انرژی و خندان باشی. به نام خدایی که تمام زمین و آسمان را زیبا آفرید. سلام به تمام دوستای عزیزم که مثل همیشه بیننده برنامه خودشان هستند. امیدوارستم که روز چهارشنبه را مثل دیگر روزا به خوبی و خوشی آغاز کرده باشم. انشاءالله. رسیدیم به روز چهارشنبه، یکی از روزهای زیبای خداوند که برای ما عطا کرده. دوستان عزیزم، این روز چهارشنبه مثل چهارشنبه‌های قبلی ما برنامه ای را مختص به همین روز چهارشنبه داریم که بگوییم آیتم یک سفر یک چکر. باز هم می‌خوایم به یکی از ولایت‌های کشور عزیزمون افغانستان سفر بکنیم و یک چکری بزنیم با هم دیگه و یادمون نره که کاردستی هم امروز داریم. بله فاطمه جان، گفتی که در اول آیتم یک سفر یک چکر داریم. پس بیا با دوستای ما بگیم امروز می‌خوایم در مورد کدام ولایت زیبای کشور ما صحبت بکنیم. بله دوستان عزیزم، ولایتی که امروز انتخاب کردیم و می‌خوایم دربارش با هم دیگه معلومات جمع بکنیم، یکی از ولایت‌های جدید افغانستان. بله یکی از ولایت‌های زیبای افغانستان هم این اگر نام بگیریم واقعا جالب هست. بله پس امروز می‌خوایم با هم دیگه در مورد ولایت پنجشیر معلومات پیدا کنیم. بله این ولایت پنجشیر بسیار از ما شاید اونجا رفته باشه. بله یعنی جای دوری هم نیست و همچنین که واقعا یک ولایت زیبایی هست از نظر زیبایی اگر ما بررسی بکنیم. پس با همدیگه میخواییم درباره یه ولایت امروز معلومات جمع بکنیم، اما ایران بگوییم به طور خلاصه، یعنی به طور کلی با همدیگه معلومات جمع میکنیم در مورد این ولایت. بله فاطمه جان، گفتی که یک معرفی خلاصه یک معلومات خلاصه. پس بر دوستای ما بگیم و کسایی که واقعا دوست دارن معلومات در مورد ولایت ها بیشتر شه، باید هم از روی کتاب مطالعه بکنن و هم ما خیلی از فضای اجتماعی میتونن که معلومات در مورد هر چیزی را پیدا بکنن. بله اما امروز هم یک فرصتی پیش اومده تو درباره این ولایت زیبا با هم دیگه معلومات جمع بکنیم. پس بریم با هم دیگه شروع بکنیم. در خصوص اینو زینم درباره از این بیایم بدانیم که همین واژه پنجشیر چرا مثلا به این ولایت پنجشیر میگن. مردمان بومی که همون قدیمی هم معنی میده، یعنی مردمی که از قدیم در ولایت بودن باشند این ولایت بودن، گفتای متفاوتی برای ما در دست است که با هم دیگه امروز میفهمیم. بعضیشون میگن در روزگارهای قدیم مردم این ولایت پنج سردار یا فرمانده یک گروه داشتن که از دره پنجشیر در برابر دشمنان حفاظت میکردن و تمی لحاظ اونا را پنجشیر میگفتن. بله ولی بعضیا میگن که نام از این ولایت را به دلیل پنجشیر ماندن که تعداد شیرهای بسیار زیادی در ولایت هست. بله فیایی که خیلی دلیل های دیگه هم داره. دقیقا و همچنین که بعضی وقت هم شیرمایه هایی دیده شده بوده در رودها و دریاهایی که در پنجشیر وجود داشته و از همین لحاظ پنجشیر گفته میشد. بله و دیگه ای که میگن آرامگاه پنجشیر از پیشوایان دین در این راه سبب نامگذاری شده و به خاطر همین میباشه. بله این چهار تا موردی که برای شما گفتیم، خب گفته ها متفاوت است، ثابت هم نشده که کدامش میتونه درست باشه، اما ما همینا رو در نظر میگیریم. و واقعا اولی جالب بود غزل جان که پنج سردار یا فرمانده یک گروه وجود داشته باشه که به خاطر همین از همین البته دره پنجشیر بگیم، دره پنجشیر حفاظت میکردن و اگر واقعیت داشته باشه آفرین میگیم به پنج سردار شجاع. بله و وقتی که ما میبینیم نام شیر را به اونا داده، پس میفهمیم واقعا شجاع بودن و از مردم ولایتشون به هر طریقی دفاع میکردن. بله انشاءالله که یادشون همیشه باقی بمونه و در ذهن ما باشه. اما بریم طرف ارضی که در ولایت پنجشیر رودی هم وجود داره به نام همین رود پنجشیر که از رودهای دائمی افغانستان به شمار میاد. بله پس این رود یکی از رودهایی میباشه که تو تمام افغانستان نام بسیار خوبی را میتونم بگم جا گرفته یا داره. بله دقیقاً. و دوستان عزیزم، این ولایت پنجشیر یک موقعیت بسیار خوب جغرافیایی داره. اگر ما بخوایم بررسی بکنیم، این ولایت از شمال با ولایت تخار و بغلان، از جنوب با ولایت لغمان و کاپیسا، از شرق با ولایت بدخشان و نورستان و از غرب با ولایت بغلان و پروان همسرهند است. پس در این صورت این ولایت با 7 ولایت دیگه زمانی که متصل باشه، پس میتونه یکی از لحاظ جغرافیایی بسیار خوب باشه. بله فاطمه جان، در مورد اون رود پنجشیر که گفتی، بعد دوستای ما بگیم که طول این رود 320 کیلومتر میباشه. بله پس میتونه واقعا دوردراز باشه و یک رود کلانی هم باشه که به همین رود پنجشیر نامیده میشه. از جمله که گفتیم در ولایت پنجشیر یک رود به نام پنجشیر وجود داره، 126 دره بزرگ و 10 دره کوچک دیگه هم در ولایت پنجشیر وجود داره. بله و بگیم که دیگه در ولایت پنجشیر چی هست و چی وجود داره.
این ولایت پنجشیر بسیار کوههای بلند و همچنین یخچالای طبیعی داره. اگه بخوام یخچالای طبیعی رو بر دوستای ما ساده توضیح بدم، بعضی از جاهایی که در تابستان و زمستان در اونجا برف میباره واقعا یخ هست، اونجا میگن یخچالای طبیعی. بله، و همچنین که دوست نازنین، این برفایی که در زمستان میباره در روی هم زمانی که قرار میگیرن باعث میشه که بسیار ضخامت زیادی داشته باشه و همچنان هم در تابستان هم در زمستان وجود داشته باشه. اما دوست نازنینم، زمانی که مثلا هوا گرم میشه این آب میشن و میتونه به راحتی داخل چشمه و همچنین که ذخایر آبی بره و مردم از آب ها استفاده بکنن. بله، پس فاطمه جان گفت که مردم ایولت، پس بهتر است بریم یک دفعه ببینیم که مردم ایولت چه قسم هست و از کدام اقوام تشکیل شدن. بله، به صورت تخمینی اگر بگوییم که در حدود چقدر نفر در ولایت پنجشیر زندگی میکنن، 300 هزار تن تخمین زدن، از جمله اقوام محترم که اینجا زندگی میکنن تاجک، هزاره، پشه نورستانی و پشتونهای غلظه‌ای میباشن. بله، که پس در حدود 3000 تن جمعیت یا 3000 تن جمعیتی ولایت داره. بله دقیقاً. و همچنین دوست نازنینم، همونطور که گفتم یک بار دیگه تکرار بکنیم، این ولایت پنجشیر تا حالی که با هم دیگه فهمیدیم واقعا دره‌ها کوه‌های بلندی داره. بله. و دره‌های بسیار زیبایی داره. پس در این صورت میتونه جزء ولایت‌های زیبا و ولایت‌های دیدنی کشور ما افغانستان باشه. بله، پس این ولایت هم اگه دوستامون می‌خواین که برای جای واقعا زیبا سفر بکنن، میتونن ولایت پنجشیر هم در لیستشون قرار بدن. دقیقاً. بریم طرف ولسوالی‌های ولایت پنجشیر. اول بگوییم که ولایت پنجشیر دارای 7 ولسوالی میگوشه. بله. از جمله مرکزش اگر شروع بکنیم، شهر بازارک مرکز این ولایت میباشه. بله، و ولسوالی‌هاش اگه بخوایم نام ببریم، ولسوالی پریام، ولسوالی خنج، ولسوالی دره، ولسوالی رخه، ولسوالی عنابه، ولسوالی شتل و ولسوالی آبشار میباشه. بله، درباره ولسوالیش هم که با هم دیگه فهمیدیم یا آشنا شدیم. اما حالا بریم طرف مکاتب یا مکتب هایی که در ولایت پنجشیر وجود داره. بله. در کل 150 مکتب فعال هستن و همچنین که شاگردان هم در اونجا درس میخوانن و یک انستیتوت و یک پوهنزه تعلیم و تربیه هم در اونجا فعالیت داره. بله، فاطمه جان، تعداد مکتبی که گفتی حدود 45000 متعلم یا شاگرد در اونجا است که 12000شان دختر و بقیه یا متباقیشان پسر می باشه. دقیقاً، که برای یک و یکی شاگردان عزیز آرزوی موفقیت داریم انشاءالله که بتونن از این فرصتی که براشون پیش آمده و 150 مکتبی که وجود داره بتونن استفاده خوبی بکنن. بله فاطمه جان، حالا آمدیم تا رسیدیم به اقتصاد مربوط ولایت پنجشیر. بله، در آغاز اینو بگویم که دره پنجشیر که در اول هم برای شما نام بردیم، در قدیم گذرگاه کاروان‌های بازرگانی و تجاری بوده که میتونه افتخار برای ولایت پنجشیر باشه. بله، که یکی از عوامل پیشرفت و گسترش کابل را همین دره پنجشیر را هم نام میبرن. بله دقیقاً. و همچنین تو سینا زینیم یک چیز جالب دیگه‌ای که وجود داره و یک نوع افتخار میتونه برای ما باشه، چون که بالاخره ولایت پنجشیر جزء افغانستان هست. بله. پس اکثر معادن هم در ولایت پنجشیر وجود داره، از جمله اگر ما بخوایم بگوییم معادن سنگ‌های قیمتی مانند زمرد وجود داره و همچنین معدن زغال سنگ خوبی هم داره که در تقویت اقتصاد واقعا میتونه مهم باشه. بله، پس ولایت پنجشیر یکی از ولایت‌هایی است که به همین میتونیم بگیم که به اقتصاد ولایت خود یا حتی به اقتصاد کشور خودم فایده بسیار زیادی را داره. بله، اما بریم سر توضیح این معادن. اگر بخوایم بررسی بکنیم، مثلا معادن زمرد در نقاط مختلف ولایت پنجشیر وجود دارد، از جمله اگر منطقه رو نام ببریم منطقه خنج میباشد که همین معدن زمردی وجود داره. بله، و اما اگه بریم طرف سنگ‌های قیمتی و یا سربه ولایت، میگیم بر اساس معلومات ریاست معدن ولایت پنجشیر، سنگ‌های معدنی لاجورد، یاقوت، بیروج و زواهر معدنی صبح در ولایت بسیار زیاد میباشه. بله، و از جمله معدن‌های دیگه‌ای که واقعا مهم است، بله، ارزش زیادی پیش ما دارد، طلا هست که در ولایت پنجشیر معدن طلا هم وجود داره، از جمله در ولسوالی پریان این ولایت کشف گردیده است. بله فاطمه جان، گپ دیگرم که بگیم، ولایت پنجشیر معدن آهن هم داره که در ولسوالی شتل و در ولسوالی پریان این ولایت قرار دارن. بله، و همچنین سنگ مرمر هم در ولایت دیده شده که در 13 منطقه و در 6 ولسوالی این ولایت وجود داره. بله، پس امیدوارم هستیم که این معدن هایی که در ولایت پنجشیر وجود داره از راه قانونیش و همچنین درست استخراج شون و بتونن که به فایده تمام مردم استفاده شون. دقیقاً. بریم طرف کشت و زراعت ولایت پنجشیر. دوستان نازنین، در ولایت پنجشیر انواع و اقسام میوه‌جات و سبزیجات و حبوبات وجود داره، محصولات بله. زراعتی زیادی، از جمله مشهورترین میوه‌جات اگر ما نام ببریم و انگور حسینی و همچنین توت میباشه. بله، پس دوستان ما که نام میوه‌های چون انگور حسینی و توت را شنیدن،
برایشون باید بگیم که بهترینشون در ولایت پنجشهر هست. بله و همچنان از جمله محصولات زراعتی دیگه گندم و دیگر حاصلات دیگر هم که بعد اسمی آید. بله ولی حالا بریم طرف فرهنگی ولایت که ببینیم چه قسم فرهنگ داره این ولایت. بله البته اینو در آغاز بگویم که متاسفانه در این ولایت در قسمت فرهنگ زیاد فعالیت نشده، یعنی زیاد پیشرفت نکردن. اگر بخوایم مقایسه بکنیم با ولایت‌های دیگه پیشرفت زیادی نکردن، اما به اندازه خودشان تونستن که یک سری فعالیت‌ها رو انجام بدن. بله ولی ما امیدوار هستیم که ولایت بتونه به همین فرهنگی ولایت بتونه به جای خیلی بالایی برسه. بله از جمله فعالیت‌هایی که در بخش فرهنگ انجام دادن نام ببریم، یک رادیو به نام خراسان هست، دو هفته‌نامه و یک مجله به نام آفتاب هم وجود داره. بله فاطمه جان همچنین فعالیت‌های دیگه فرهنگی ولایت که بگیم کاروان قلم، بنیاد فرهنگی دره، پنچر سازمان زنان پنچر هم میباشه. بله ان شاءالله اشخاصی که علاقه دارن به این کارها که در بخش فرهنگی فعالیت بکنن بتونن یک چیزی که وجود داره رادیو و هفته‌نامه ها و همچنین مجله هایی که وجود داره بتونن براحتی فعالیت بکنن. بله فاطمه جان گفتی که علاقه دارن آله، ولی ما بعضی کسایی رو داشتیم یا میتونیم بگیم مشاهیری رو داشتیم که علاقه داشتن به این کارا و حالا تونستن که نام‌آور ولایتشون و همچنین نام‌آور کشورشون باشن. بله از جمله اگر ما یک چند تاش به عنوان نمونه نام ببریم، احمد شاه مسعود، انجینیر محمد اسحاق، ناصرالدین دیریس، استاد غلام محی‌الدین دیریس و عبدالحمید مهتاد میباشد. بله پس واقعا اشخاص خیلی بزرگی بودن. دقیقاً و غزل جانی اشخاصی که ما نام میبریم، یعنی اگر ما بخوایم ایره صادقانه و با اطمینان بگیم در هر ولایتی که ما صحبت کردیم واقعا مشاهیر و شخصیت های معروف زیادی بله. بوده. پس اینجا میتونه یک الگو برای ما باشن. اگر ما تصور بکنیم و حالا یک حالت مهارت شاعری را داره، میتونیم که شعر بسرایم و همچنین که یک نویسنده خوبی هستیم، خوب است که همین را ارتقا بدیم و کوشش کنیم که بتونیم در رشته یا در حرفه مهارت زیادی کسب کنیم. بله و فاطمه جان گفتی که الگو بگیره. من مطمئن هستم که کسایی که در ولایت پنجشهر یا در ولایت پنجشهر نه، در هر نقطه‌ای از کشور ما که زندگی میکنن از اونها میتونن الگو بگیرن و در آینده جزی از کسانی باشن که ما اونها را در جمع مشاهیر به حساب بیاریم. بله اما بریم طرف آخرین مورد و جالب ترین مورد ورزش ولایت پنجشهر. بله حالا بیایم در مورد ورزش ولایت پنجشهر که معلومات پیدا کنیم. که میگیم پنجشهر تیم فعال بزکشی داره که بسیار فعال هم هست. بله و همچنانی که ورزش های رزمی هم ورزشکارانی داشتن در این رشته. بله و همچنانی که در اواخر کرکت هم در این ولایت رشد کرده. بله و حتی در رقابت های ولایتی هم میتونیم بگیم که این ولایت بسیار خوب درخشیده. بله این بود از معلوماتی که درباره ولایت پنجشهر جمع‌آوری کرده بودیم و برای شما ارائه دادیم. ان شاءالله که بتونیم با هم دیگه این معلومات به دیگران هم یاد بدیم و در ذهن ما همیشه باشه. بله ولی ما گفتیم که معلومات باز هم کافی نیست. برای دوستای ما که می‌خواین از این که بیشتر معلومات پیدا بکنن، از هر چیزی که در دسترسشون هست می‌تونن استفاده بکنن. بله مثلا کتاب‌هایی وجود داره درباره معرفی ولایت. بله که فضای مجازی هم وجود داره، اینترنت برای حتی می‌تونن از اینجا سرچ بکنن و اون چیزی که میخواین رو دریافت کنن. بله فاطمه جان در کل ما و تو و دوستای ما امروز با خیلی از چیزایی که در مورد ولایت پنجشهر بود آگاه شدیم. پس از این بابا سعی کنیم که در مورد ولایت‌های دیگه هم بتونیم معلومات پیدا بکنیم. دقیقاً. پس غزل جان این ولایت پنجشهر هم در لیست ولایتی که حتما یک بار باید بریم سفر بکنیم، در اونجا قرار بتیم. بله. که واقعا ولایت زیبایی هست.